ماجرای ترور امجد امینی پدر محسا امینی و همینطور زخمی شدن یه فردی توی مراسم سالگرد محسا در شهر سقز کردستان با ما همراه باشید جزئیات اتفاقاتی که امروز توی سقز کردستان و شهرهای مختلف ایران به مناسبت سالگرد محسا امینی افتاده رو با هم یه مروری میکنیم سلام دوستان به کانال هاشیه تیوی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه خب امروز 25 شهریور در سالگرد مرگ محسا امینی جو و امنیتی در سراسر سر کشور حاکم بود و توی یه سری از شهرها هم شلوقی های در پی اعتراضات مردم اتفاق افتاد بیشترین شلوغی در شهر سقز کردستان زادگاه محسا امینی اتفاق افتاد و حتی شایعه شده بودش که پدر محسا به ضرب گلوله ترور شده البته توی درگیری هایی که در آرامستان شهر سقز اتفاق افتاد یک نفر به شدت مجروح شد و به ضرب گلوله پلیس امنیت زخمی شده و در حال حاضر من حالش وخیم و در بیمارستانه گفته میشه ظهر امروز فردی به نام فردین جعفری بعد از بیتوجهی به اختارهای پلیس در اعتراضات حضور داشت و توسط نیروهای امنیتی مورد تیراندازی قرار گرفت که این مرد در درگیری که با پلیس با گلوله ساچمه ای مورد هدف قرار گرفت و در حال حاضر من مصوم است در بیمارستان امام خمینی سقز هستش. به خاطر شدت جراحاتش گفتن که باید سریعتر عمل جراحی بشه واسه همینم از بیمارستان امام خمینی به بیمارستان شفای کردستان منتقل شد گفته میشه که ساعتی پیش هم عمل جراحی به روی اون انجام شد و در حال حاضرم هم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان حضور داره اما امروز از سقز اخباری هم در مورد پدر محسا امینی امجد امینی مطرح شده بود خیلی از خبرگزاری ها در مورد ترور امجد امینی خبرهایی رو کار کرده بودن و گفته میشد که ترور نافرجامی داشت. معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان هم از دستگیری چند فرد با هدف ترور امجد امینی خبر داد و گفت این افراد قصد داشتن که پدر مرحوم محسا امینی رو در مسیر قبرستان آیچی سقز ترور بکنن ولی خب ما سناریوی اونها رو شناسایی کردیم و نذاشتیم که سناریوی کشتسازی در منطقه کردنشین دوباره رقم بکنیم پلیس کردستان دیروز و امروز چند محموله قابل توجه سلاح در سنندج، مریوان، سقز و چند شهر دیگه استان کردستان و آذربایجان غربی کش شده که خب برنامه ریزی گروه های برای شلوغی در کردستان و منطقه سقز بوده پلیس کردستان خبر از دستگیری گروهک های کموله و دموکرات در کردستان هم خبر داده و گفته که برای حفظ امنیت در برخی از این مناطق حتی ایست بازرسی هم برقرار کرد اما جدا از خبر تروری که از پدر محسا امینی توی خبرگزاری مطرح شده بود ادهی هم از بازداشت اون توسط پلیس خبر داده بودند ولی خب رئیس پلیس کردستانی خبر رو تکذیب کرد و گفته بود که کل خانواده محسا امینی شامل پدر و مادر و برادر محسا تحت الحفظ امروز با ماشین پلیس برای حفظ امنیت بیشتر به قبرستان شالچی سقز برده شدند و تحت حفظ اووردنشون و خبر بازداشت کز بوده صرفا برای اینکه امنیت بیشتری برقرار باشه این کار انجام شده قبل از این گروه های مخالف جمهوری اسلامی فراخان هایی رو برای حضور مردم در روز سالگرد محسا امینی اعلام کرده بودن از جمله شاهزاده رضا پهلوی که مردم توی این روز در اعتراضات خیابانی حضور داشته باشن ولی خب از طرف مقابل هم مسئولین و قوه قضایی هم فراخانهایی داده بودند و به مردم در مورد این روز و حضور توی اعتراضات تذکر قاطع داده بودن و گفته بودن که برخورد شدید میشه با هر کسی که توی این اعتراضات حضور داشته باشه. غلام حسین محسنی ایجی رئیس قوه قضایی هم گفته بود که تا زمانی که لایحه جنجالی حجاب و عفاف به صورت نهایی تصویب بشه، مردم باید از قوانین موجود در حکومت برای حجاب تبعیت بکنن تا بعدا فکر اساسی براش بکنیم اون گفته بود که کشف حجاب یه جرم مشهوده و ما قاطعانه باش برخورد میکنیم صادق رحیمی معاون قوه قضایی هم تهدید کرده بودش که با اعتراضات احتمالی در روز سالگرد مرگ محسا امینی برخورد شدید میشه این توی شرایطی هستش که در هفته اخیر تعداد زیادی از فعالانی که حالا فراخان داده بودند و مردم رو تشویق به حضور توی راهپیمایی در این روز کرده بودند در چند روز اخیر بازداشت شده بود اما در سالگرد مرگ محسا امینی افراد مختلف هم پیام هایی رو به مناسبت اولین سالگرد محسا منتشر کردند مجگان افتخاری مادر محسا امینی به مناسبت سالگرد مرگ دخترش پستی در این منتشر کرد و نوشت یک سال از آسمانی شدن فرزند دلبندمان محسا ژینای کردستان و فرشته ایران گذشت سالی که هر لحظهش سر، سرشار از حزن و اندوه بود اما سلبریتی ها و افراد مشهور نسبتا کمی نسبت به سالگرد محسا واکنش داشتن به غیر از افراد خارج نشین که حالا چند روزی هستش پست و استوری در این باره میذارم مثل حمید فرخ نجاد و مهناز افشار و علی کریمی و خیلی های دیگه ولی خب از افرادی که داخل کشور هستن با توجه به تهدیدهایی که توسط مقامات قضایی شدن هانی توسلی پیامی رو در این استگرامش منتشر کرد و نوشت تصویر گویاس و ای زاده شد محسا جاودانه است پرویز پرستوی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار ترانه یوسف من به خانواده داغدار یک سال گذشته تسلیت گفت زینب موسوی یا همون امپراتور کوزوو کمدین معروف هم که در یک سال گذشته چندین بار بازداشت و محکوم شده بود در این استگرام خود آهنگ برای شروین آجیپور رو دوباره بازنشت انگام قاضیانی بازیگر سینما و تلویزیون هم در استوری این استگرامش نوشت دنیای من دیگر به پیش از شهریور و آبان 1401 باز نخواهد گشت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی هم که در یک سال اخیر بارها بازداشت شدن، پیام هایی رو منتشر کرده بودن و حتی خیلیشون دست به اعتصاب قضا زدن نرگس محمدی فعال سیاسی در اوین از مردم خواست تا به هر صورت که میتونن با خانواده محسا امینی همراهی کنن علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه دانشگاه شریف و برخی دیگر از زندانیان سیاسی که در یک سال اخیر بازداشت شدن هم دست به اعتصاب قضا زدن گفته میشه که در سراسر کشور به خصوص شهرهای بزرگ جو و امنیتی حاکمه و خیلی از محله هایی که سال گذشته محل تجمعه افراد معترض بود در حال حاضر محل حضور نیروهای امنیتیه و خب طبیعتن هم اعتراضاتی توی این مکانها صورت نگرفته و نسبتا جو آرومتر هستش مثل محله سعدتارخان یا صادقیه که سال گذشته محل تجمع معترضان بود در حال حاضر با حضور نیروهای امنیتی جو آرومی داره خب دوستان حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجب اتفاقات امروز و سالگرد مرگ محسا امینی کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید